سلام، ببخشی جواب ندادم. آخر جلسه بود، تموم شد، امضا شد. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، هموطنان غیرتمند توجه فرمایید، بنا به گزارش اخبار دریافتی سربازان غیور اسلام و نیروهای مردمی در منطقه گمرک خرمشهر دشمن بعثی را که قصد ورود به شهر را داشت از آن طرف اروند عقب راندند. دشمن به خیال خام خود و با دستور اربابان خونخوار با ده‌ها لشکر مکانیزه به سرزمین ایران حمله کرده است. بیدار باشید و با اتکال به الطاف الهی سلاح برگیرید و نظامیان اشغالگر را امتحان می‌کنیم، امتحان می‌کنیم. بیرون کنید. امتحان می‌کنیم، امتحان می‌کنیم. 1 2 3 4، 1 2 3 4. مردم خرمشهر، اهالی آبادان، هموطنان سوسنگردی، در روز خونسردی و هوشیاری از زنان و کودکان محافظت کنید و با صبر انقلابی به مناطق امن پناه ببرید. ای دشمن، ای مطمئن باش. ننه
نمیتونه بزایی بزایم بلیه مرد خدا نجاتم بده مردو خدا دکتر بلش کن چی کار میکنی؟ زنم داره از دست میره گفتم که ازم کاری ساخته نیست بابا یه کاریش بکن بلیه داره از دست میره میمیره بلنش دکتر سرپا چرا داد میزنی؟ چه کنم؟ آروم باش آقا جان آروم باش دکتر نجاتم بده مردو دستم به دامنه ننه قربونت برو عروسو میمیره خواهش میکنم راحتش بسن اینجوری فایده نداره ای خدا اما چه کنم خدایی که چه کنم درنش بیمارستان باید جراحی بشه باشی خرابه وسیله نیست من نمیدونم رضا اگر دیر به جمعه زنه در دست میره همه جا شلوغه دکتر باویلان همه جا معطل نکن من زنگ میزنم بیمارستان به شکون میگم سفارش تو بکنه فقط وقت و تلف نکن باشا 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 میکنه باشا بابا الان میکنه بابا بلنشه الان دیوار میرم به رومون سراجی مگه نمیبینی لامصب خونه خراب داره میکوبه سراجی ملیه داره میزد گوشت مامانه ملیه داره میمیره باشا حاجی بزار چه کار کنم بیارمش چی رو بیارمش مگه نمیبینی شوکه شده خدا مرگون بده ای خدا بچه شد نشد باقی داغونه نمیشه حالش میدی حال که دادی بله بایسا اون بله خدا بزا من برم بایسی آن زیده رو مسلم و محمود محمودی بودو بگوش بسه نشد 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 چادونا خماشی بخواه بچه هم ناصله مگه نمی خود من این دفتر داریم میبینه منابره منابره میخواد چکار بگو بسن بیارن کلید مرسه بده کلید مرسه بده بری کلید مرسه یادی میخواد میخوام برم ماسیه بیا الله اکبر بس بس کجا میری جون زنم در خطره سبب داره من محمد دارم باتری میارم از کجا محمد چه برو خب ساعت چند باشه خوابه دم زوره برو شیره ننه در اومده خدا ننه در آمد سب کمک میخوایی بیا میله بده میله بده میله بده میله بده کمک کن کمک کن نمیشه بلش کن جبه بیار جبه بیار بشم بگیره بگیره کار داری میکنی؟ بیا لو بجوم نه؟ آب کجاست؟ آب چی؟ خب بندازش میگم آ چیه؟ اسمت چیه؟ چی؟ اسمت چیه؟ مراد من اینجا که نیستی اینجا؟ آه نه آقا مراد رفیق شدی با چی؟
میگم رفیق شدیم. آره با همین. آره خدا خیره داره. سنگینه؟ چی؟ باتری. برو عراقی ها کجان؟ فعلا تا پشت گمرک. فعلا؟ دیشب تا اون طرف شهر پسشون زدیم. آخه که چی؟ چی؟ بگم تکلیف چیه؟ الان میریم بیمارستان. الان میریم. نه بیمارستان نه. نه باید بریم خرمشهر. باید باطریه ببرم. باطریه ببرم. باطری کو کجا میری؟ کجا؟ بده من اینو بشین اونجا من بر میگردم خودتو برسو خورمش دارم اونجا باد همشونو بیار آقام ننم اگه آقام نخواست بیاد بسو بیارش سویش رو ماشینه رازی نشد نه خودم به هوای بابات دیگه راش بنده خدا مردم راش بنده سرا پیدا رضا رضا مردم سلام چکو خانم چی شده؟ از مهران چه خبر؟ خب خورم شره اینجا چی کار میکنی؟ منی همه بردم مگه نزایده؟ نه بابام نزایده مبتر نزایده دکتر برم نه ای بابا نزا خوریزی داره خودش باید برسد اینجا خانم دکتر خانم دکتر منی داره دست میره باید جراحی بشه جراحی الان؟ تو رو به خدا یه جوری به دادم برس خواهر پس بکش امیر حواست بمونه امیر منی داره دست میره نگاه منی نفس بگه نفس رو نگه ندار نفس بگه جان بابا جونم بازم دارم میمیرم شکو خانم دارم میمیرم
نگاه نگاه منی دکتر شو بیا دستو نگه ندار نفس بکش درده تو جونو ولیه آی فشار بیار دستو بکش فشار بیار دستو بکش زور بزن دستو بکش زور بزن ای بابا ای بابا ای لا 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 فشار بیار به شکمه دستو بکش فشار بیار فشار بیار بابا اینجوری زور بیار به خودت آه 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 زور بزن آشیکو خانم میگه الان چیکار کنم تو این اوضاع کاری از من ساخته نیست چه خاکی به سرم کنم خدای من نمیدونم شکو خانم ما که دستم به جایی بند نیست خب چیکار کنم فقط دعا کن همین بابا جون این درد بکشه درد نیست تازه بچه تو شکمش تابیده تو تاریکی که نمیشه عملش کرد صبر کن شکو خانم خدایا چسبو بده چرا پاتو نشون ندادی؟ نشد دیگه بلش کن اصلا یادم رفت خون داره میاد؟ نه اتفاقه برو گاز بده بابا تره به عبالفه حسابی گرفتار شدی نه؟ خرمشهر که رسیدیم دیگه خلاص میتونی بریم به کارت ممنون حالی مواظب خودت باشه تو چی کار میکنی؟ بعد برم آقا و ننه و ببرم کتاب عبدالله و برگردم چیکار کنی؟ چرا وایسادی؟ ماساژ قلبی؟ شب داستان شدی ها؟ این نمونه No.
بگیر عمر 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 همجوری تموم کرد فایده نداره و چرا باید نجات بدیم میگرم یا کامل منی آشده بیا بیرون بیا بیرون تو در باز نمیشه بیا بیرون بیا بیرون بیا بیرون دیگه همو هزونه هزونه بیا بیرون بیا که نیستم باید از اینجا بریم بریم یه جای ام این همه مجروح رو بذارم بیام تو که نمیدونی اینجا چه خبره اینجا از اونجا بدتر چی بود مهران؟ الو مهران صدات نمیرسه بگو گوشم با تو مهران من حالم خوب نیست اینجا قیامته من نمیتونم بیام تو میخوای بری برو برو اهواز اوضاع که آروم شد من خودم رو میرسونم چیکار میکنی؟ میری نمیری؟ تکلیف مشخص کن برم تنها الو مهران
حالتون خوب نیست؟ شوهر من کجاست؟ بردنش اونجا خطر داره خانم. بیا بریم. آقای رضایی منش، میبخشید معطل شدیم. اونطور که ما بررسی کردیم اسم و مشخصات شما از طرف عراق به صلیب سرخ اعلام نشده، برای همین نتونستیم خانوادتون رو برای استقبال خبر کنیم. Thank you.
رضا اینجا چی میخوای؟ حالت خوبه؟ خوب ما چند نفس افتادم. پاشو پاشو بریم کار داریم. کجا؟ خونه ما بازار صفا کردم برات عروس. خونه با چی زنه؟ خونپاره بوم چه فرقی داره؟ از حاجی و مادرت هم هیچ اثری پیدا نکرد. ببین رضا دلتو بسپر به خدا، جون محمود خان به ابرود نیدا. بابا ما هر شب جمعه برات فاتحه میخوندی، کی فکر میکرد یه روز برگردی شاخ نبات؟ پاشو بچه ها میخوام ببیننت. پاشو بریم، بچه ها منتظرم. در رفیقت میخواد. او خانم دکتر یادت تو بیمارستان زن اون که بالای خونتو مطب داشت؟ شوهرش تو بمبارون شهید شد. چه حالی داشت خانم دکتر اون شب تو جمعیت؟ الان کجا هن؟ چه میدونم، 9 سال یعنی دقیانوس. وقت گرفتم دستتو نشون بدم. اسمش چی بود؟ کی؟ خانم دکتره؟ یادم نیست، اهل جنوب نبودن. چطوری میشه پیداش کرد؟ کاری نداره، خوب همه دکتران نظام پزشکی دارن. ماشین سالمه؟ ها؟ به چند روز میخوام باشه. کجا؟ اداره میخواد برات مراسم بذاره. خوشبختانه مطب این خانم دایره. بفرمایید، خواهش میکنم. البته در مشهد. شما اگر بتونید از ستاد امور آزادگان نامی بیارید، من میتونم آدرس و محل دقیق کارشون رو به شما بدم. مشهد؟ سلام، خانم دکتر. ببخشید یه چند لحظه خواهش میکنم تشریف داشته باشید، من برمیگردم. ببخشید خانم دکتر، کی تش میاره؟ معلوم نیست آقا، بستگی به کارشون تو بیمارستان داره. کنون بیمارستان؟ خودتون زدید، پیغام داشتید. مریض پریمنت شده، اتاق عمل.
کفلین براش نوشتم. حتما دوست داشت. خانم همسر من شکم اولشه، تو رو به خدا. آقا ناراحتی نداره، اتاق عمل میگه. زن اتاق عمل ندیده است خانم. یا نبرزه. کجا آقا؟ زنم خانم تو انتظار. چش. مشکلی بشه مده؟ نه. آقای صفایی بچه تون به دنیا آمد، چشمتون روشن، دختره. آیه دکتر نصرانی کجانس؟ دکتر چی شده؟ ببخشید خانم، این خانم دکتری که جراح همسر بنده هستن تشریف نیاوردن. خانم دکتر نوبخت. نوبخت بله. صبر کنید تشریف میارن، هنوز تو اتاق عمل هستن. اینا خودشون اومدن. سلام خانم دکتر، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. من نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم. شما به من و همسرم زندگی دوباره داده. زنم حال چطوره خانم؟ اجازه هست؟ سلام. سلام. منو به جا آوردی؟ بله. ولی باورم نمیشه شما زنده این؟ آه. پس این همه مدت کجا بودیم؟ عراق. اسیر بودیم؟ بله. پس اون جنازه تو ماشین شما نبودین؟ کاش بودم. کی آزاد شدیم؟ 10-15 روز. چطوری باور کنم؟ چی فرمودی؟ هیچی. خدا بیامرزدش دکتر مهران. شریک غمتون. شما از کجا فهمیدین؟ گفتن دیگه. راحتم کردن؟
آدرس منو چطوری پیدا کردین؟ نظام پزشکی. برای چی؟ علیه یادتون میاد؟ بچه هم؟ بچه؟ ها؟ من تا حالا سابقه نداشته خبر ناگوار از مریضان به کسی بدم. یادتون نیست؟ برق نبود. موقع جراحی سقف اتاق عمل ریخت. مریه نتونست مقاومت کنه. من سعی کردم بچه رو نجات بدم. ولی متاسفم. سلام. سلام. چرا بچه دردیش؟ شکر از مطب تماس گرفتم. منتظرتم. ببین کارت پستال ما عکس خودمه ها. ببین. چی شده؟ مطب نمیری؟ نه هر کی تلفن کرد بگو نیستم. امروز حالم خوب نیست. میدونی ساعت چنده مامان؟ خانم برمون کودکانم جورو شده. لوس نشو امروز لوس شدی. داغه نمیذاری من برم تو حیاط بازی کنم. بشین مشقاتو بنویس عزیزم. حوصلت ضربت نقاشی کن. اون گلابی خوشگله باری کلا دختر. آقا چه نمیذاری من برم اینجا برم. میرم دیگه داری حوصله منو سر میبری یا رو پوشتو در میاری از اتاقتم بیرون نمیای. ماما خانوم چیه؟ چی میخوای؟ آب میخوام. باشه الان برات میارم. کلافم کردی؟ الو بعد ندار کی میام؟ آقا نبی جان وسایل آقا رو به اتاق 411. خب بفرمایید. یه اتاقی بود طبقه چهارم تیرا رو سمت راست 402. خالی؟ بله خالیه. تنها هستین؟ بله. اون دو تخته است؟ اب نداره همونو میخوام. عرض کردم دو تخته است. مانعی نداره. خاطرات نه؟ بسیار خوب. کار چنسایی؟ بکش با تو هم سعیده آروم باش
ببین شوکو جون، اگه بخوای بیش از حد احساساتی برخورد کنی به هیچ نتیجه ای نمیرسی. اصلا نمیتونم باور کنم. به هر حال اتفاقی که افتاده، تو قانونا مادر اون بچه ای، ولی یادت باشه اداره سرپرستی تحت شرایطی شناسنامه اونو به اسم تو کرده و در ضمن این بابا بالاخره پدر اون بچه هست یا نیست؟ ها؟ جواب بده. پس حقیقتو باید پذیرفت. من بدون کیمیام میمیرم. میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم. ببین باید تصمیم بگیری. من ازت حمایت میکنم. میتونیم بزنیم زیر همه چی. از کجا که این بابا بتونه ثابت کنه پدر کیمیاست؟ ها؟ ولی هست. خب ده همین. یا ما باید منافع خودمونو در نظر بگیریم یا قبول کنیم پدر کیمیا زنده است. پس من چی؟ ببین ما باید ببینیم با چه تیپ آدمی طرف هستیم. قدم اول مذاکره است. اگه قبول نکرد چی؟ من باهاش وارد معامله میشم. قبول نمیکنه. در اون صورت راهی جز تسلیم نیست. سعید من گیر. ببین با سرنوشت مردم که نمیشه با احساسات برخورد کرد. به خودت مسلط باش. آخه کیمیا دختر منم هست. چه قراری باهاش گذاشتی؟ هیچی. تلفن یا آدرسی؟ هیچی. هیچ. این مالیاتی است که ما باید از شما کم کنیم. به حساب می‌ریزی؟ به حساب می‌ریزم. فقط شما لطفاً سلام. در رو چرا بستی؟ پیش ما هم که نمیاد. خدمت می‌ریزیم. بیا دیگه. سلام. حالا چطوره؟ طرف ما اومد یا نه؟ آقایی که با گالان تصادف کرده. شما بپا پرونده رو بیار من برای جفت. میام. ایشونه؟ من میام. من میرم. سلام، شما با گالان تصادف کرده بودید؟ بله. خسارت دیدی؟ گلگیر سپر چیه؟ ما با یه خانم تصادف کردیم. میدونم، من برادرشم، دستت چی شده؟ بیا بریم حالا این پرونده رو بگیرم. سلام، خسته نباشیم. آخر این پرونده ما بچه نمیای؟ ما که نمیمیرم، خسارت بگیرم. شکو فروغ شکو سلام سلام پیداش کردم سلام دایی جون ده سلام تو اونجا چیکار میکنی؟ چی رو پیدا کردی؟ ده زرنگی اول باید چشماتو ببندی حالا بازش کن اخ جون واقعا شرایط سختی رو گذروندی معلومه تحمل این همه مرارت کار هر کسی نیست خیلیه آرچه تو فکری زندگیه دیگه میشه متوقفش کرد اسمش چیه؟ کی؟ کیمیا؟ کیمیا ببین داداش چی شد؟ دست درد گره؟ ببخشید اصلا دست چی شده؟ نازش از سه سارته برای وقتا تیر میکشه یادم نره من حالا روزتو خوب درک میکنم راستش از این که کیمیا از نعمت داشتن پدر برخوردار شده کلی هم خوشحالم ولی میدونی شکوه بیشتر از یه مادر به کیمیا وابسته است اونم خیلی مصیبت کشیده از خودت راست یه گوهری مثل مهران رو از دست داده خیلیه نه اصلا همه یه زندگی شد وقف این دختره کرده ولی با تمام این احوال از نظر من این آینده کیمیاست که مهمه و نقش شما این وسط خیلی تعیین کنه
میتونم ببینمش؟ خب آره من مخلصت هم هستم، ولی باید ببینیش دیگه. مامان تو اینقدر عجله میکنی، هنوز که زنگ نخورد. آقا کجا میخوای بری؟ ببین عکسمو کارت پستال کردن. سوا شو کجا میخوای بری؟ مامان تو رو خدا. فروغ چرا اینجا نشستی؟ چی شد؟ چه نمیان؟ نمیدونم. آره تو چرا ماتم گرفتی؟ چی کار کنم؟ بخندم؟ نه ولی آبروریزی هم نکن. برای چی دعوتش کردی؟ بابا بچه‌شه. تو هم که دیگه من چی؟ چی میخوای بگی؟ هیچ هیچ گرفتاری شدیم. فروغ جون تو رو خدا بس کن بس کن. پچه رو معطلی بایی جون لازم خوشگله. بله چه جورم، مثل پریای دریایی شدی. این چه دستیه؟ بودو برو به شوراب نونو برد. شکو چرا نمیای؟ خودت ببرش. این چه رفتاریه؟ مگه ما با هم قرار نذاشتیم؟ تنها بذار سعید. خیلی خوب، ولی اینو بدون بدون حضور تو صحبت من با اون بیفایده است. خواهش میکنم وقتی حالت خوب شد باشه بیا پایین. به خاطر کیمیا. حالا شبی دختر خوب اول سلام میکنی ها؟ آخه چی بگم؟ خجالت میکشم. چیزی نیست، یکی از اون شعراتو بخون. بودو بودو بریم. ایشون همون آقایی هستن که راجبشون صحبت کردیم. این خانم هم که کیمیاست، ممتاز و با ادب و خواهرزادهی بنده. دایی جون حالا شما برید از همون پذیرایی بکنین تا من بیام. شده کیمیا آقای رفت.
کیمیا سیزه دلم. بابا چرا گریه میکنی؟ مامان داره خدا گریه نکن. کیمیای من ماما. ایدا سلام بابایی، سلام بابایی. آقا بله اجازه است؟ سلام بفرمایید. سلام خوش اومدید. دستتون چطوره؟ خوبه بفرمایید. اینجا راحتی؟ خب آره. قبلا مشهد اومدیم؟ آه بفرمایید. خلاصه باید ببخشین ما اینجا وسیله پژوهشی نداریم. مهم نیست اگه غریبه نیست. شکرو با یکی دو تا دکتر صحبت کرده راجع به دستت. ممنون شما هم به زحمت افتادید. نه اصلا اصلا شرمنده. راحت باش. دیشب تا صبح نخوابیدم. همه دوچار استیصال شدیم. متاسفم. خب میخوای چی کار کنی؟ لا نمیدونم. ببین توی این ماجرا طرفی باید از خودش انعطاف نشون بده که خسارت کمتری میبینه. آینده کیمیا که نباید تحت تأثیر مشکلات گذشته ما قرار بگیره. اون تو ناز و نعمت بزرگ شده. مادرش جراحه. تو که راضی نمیشی امنیت جگرگوشت به خطر بیفته. کاش ندیده بودمش. حالا که دیدیش به سرنوشتش فکر کن. اون بچه شاید پدرشو به دست بیاره ولی مطمئنن خیلی چیزا رو از دست میده. میدونی زندگی چند نفر بستگی به تصمیم تو داره؟ من، شکوه، زنم، کیمیا. داخل یه چیزی بگو. مگه تو پدرش نیستی؟ خب میتونی بری شکایت کنی، برو دادگاه، حق تو میدن. ولی مطمئن باشه که شکوه هم بگذره من نمیگذرم. این چیه؟ بنویس. چی؟ تو هم بالاخره باید زندگی کنی نه؟ من زندگی تو تضمین میکنم. با چه مقدار؟ هر چقدر که بخوای. چقدر؟ سفید امضا کردم. هر چقدر دوست داری بنویس. بابت چی؟ بابت چی؟ بگودی بابا خدا باشه با
بلند شو عزیزم، الان چه وقت خوابه؟ وای وای چه کار بدی؟ بلند شو دختر، بهبود داری؟ کی میاد؟ برو تو اتاق، توصله ندارم. وای چه بد اخلاق، اخ نکن، بلند شو صورتت بچور، لبخند بزن. کیمیا سرم درد میکنه، راحتم بذار. امکان نداره، امکان نداره، یکی تو اتاق من منتظر شماست، باید یه ببینید، نمیدید چقدر باونم اگه. کی؟ باید خودت ببینیش، باید خودت ببینیش. یکی 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 کیمیا بایستا ببینم کیمیا چیکار کردی؟ قابل مداوا باشه. فکر نمیکنم. چرا؟ دکترای صلیب سرخ عملم کردن، ولی خونه شد. خانم دکتر انصاری آمدن؟ نه خیلی خانم دکتر. باید ببینیم نظر دکتر چیه. یه وقت موزه هم کارتون نباشه؟ نه اصلا. ببین من این مدت خیلی فکر کردم، در حال ما آدم های بالغی هستیم. درست. گاهی وقتا آدم عکس‌العمل‌هایی ازش سر میزنه که دست خودش نیست. من همیشه یه جوری سعی کردم که تو زندگیم از دروغ گفتن پرهیز کنم، اگرچه یه وقتا. ولی خب گفتی. ترسیدم. از چی؟ من قانونن مادر اون بچه‌ام. کیمیا خونه که؟ اون منو مادر خودش میدونه. تو ملیه چی؟ اون که دیگه وجود نداره آخه. بچه را میگفتین وجود نداره. خب راجع به همین بود که دروغ گفتم دیگه. آقا معذرت میخوام، ولی در مورد ملیه شاهد فراوونه، من که تنها نبودم. شما میگی من چیکار کنم؟ کیمیا رو فراموش کن. شما جای من بودی همین کاری میکردی؟ من؟ ها مسئله اینه آخه تو چه میدونی که به سر من اون بچه چی اومد؟ کیمیا میتونست الان نباشه، من اونو از وسط آتیش خون نجاتش دادم. خب کار شما درست، تحسین میکنم، این فداکاریه. همین؟ کار دیگه ازم برمیاد؟ نه ولی میتونی با آیندهش فکر کنی، تو میتونی خوشبختش کنی؟ میتونی آرزوهاشو برآورده کنی؟ چرا میخوای همه چیزو به هم بریزی؟ تو که معنی از دست دادن خوب میفهمی. نزار زندگیم تباه بشه. همه امید من کیمیاست. خواهش میکنم اینو بفهم. برمیگردم تا دکتر بیاد به حرفان فکر کن.
سلام مادر خوبم، از اینکه تو دفتر مشقم نامه رو نوشتم منو ببخش. میخواستم حتما اونو بخونی. خجالت کشیدم باهات حرف بزنم. دیشب میخواستم نقاشیمو نشونت بدم ولی تو خواب بودی. تو خواب گریه میکردی، حرف میزدی، منم گریم گرفت. الان چند روز رفتارت عوض شده، همش بد اخلاقی میکنی، الکی میخندی، اصلا حوصله نداری. کاش میدونستم تقصیر کیه. میترسم دیگه منو دوست نداشته باشی. بیایی با هم بریم مسافرت. منم دیگه مدرسه نمیرم. راستی چرا تو خواب حرف میزدی؟ چرا نمیگی چه اتفاقی افتاده؟ باشه بعد بذار تو اتاقم میام. آقای مهندس تلفن. بله. الو سلام. شما؟ رضای منش هستم. قرار بود که قرار بی قرار آقا. بالاخره کار خودتو کردی. چی شده؟ بهت مژده بدم. طرف دعوات بر اثر شوک مغزی توی بیمارستان بستری شده. بیمارستان؟ اصلا جای نگرانی نیست. تو با آرزوت نیستی. وقت کیمیا در بس مال توه. الو الو مالش کردم تو خیلی بهتر. این دکتر هدایتی ده همین ده دقیقه پیش اینجا بود، چکش کرد رفت. آره الان خوابه. آره آره بفرمید آقا، با کی کار داشتین؟ ایشون با منه. چی شده؟ سمت راست اتاق اول.
چرا کفتر باز کن؟ کی میام؟ بروغنه مامان در وزه شکو چی شده؟ داره بچه رو میبره از سر راه برو کنار اون دیگه به ما تعلق نداره میفهمی؟ اگر حیا اجازه میداد حرفم را رو در رو میزدم. عمریست در سایه سنگی دیوار صبوری کردم و معنای یافتن را در طعم از دست دادن دریافتم. شکوه، تو کیمیا را در میان آتش و خون به آغوش مادرانت فشردی. پس به حرمت نام عزیز مادر سلام. حالا دیگر چه فرقی داره؟ چه کیمیا در مشهد، چه کیمیا در جنوب. خواهرم، ای تو بهترین مادر، پاره تنم را به خدا و به مهربانی مادرانت می سپارم. سهم ما هم فقط یک یادت به خیر ساده. با امید روزی که تبسم عشق را در سیمای مادرانه کیمیا ببینم. ودایی در بین نیست که این آغاز سلام است. رضا رضایی.